نگرانی همیشگی جامعه جهانی از نقض حقوق بشری در افغانستان از سوی حکومت سرپرست. این بار گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در گزارش مفصل در ژنو از وضعیت حقوق بشری در افغانستان نگرانی کرد. این گزارشگر ویژه میگوید از عقبگرد خیره کنندگان زنان و دختران در زمینه های حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از زمان به قدرت رسیدن طالبان به شدت نگران است. اما از سوی دیگر امارات اسلامی در واکنش به این گزارش آن را مغرضانه و دور از واقعیت ها می داند. اما پرسش این است که چرا همواره بازی ملامتگونه در میان است؟ پیامد و تبعات آن نشست چه خواهد بود؟ و آیا اختلاف ها در تعریف حقوق بشر میان امارات اسلامی و جامعه جهانی وجود دارد که منجر به عدم توافق در این خصوص میان آنان شده است؟ سلام، وقتتان بخیر. آقای ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، مهمان برنامه ما هستند و با ایشان روی آخرین گزارش حقوق بشری که در ژنو آن را ارائه کردند گفتگو خواهیم کرد. من حامد بهرام هستم. آقای ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، بسیار تشکر از وقتتان. سلام علیکم. بسیار زیاد تشکر. خوشم که در برنامه تولو نیوز هستم. بسیار زیاد خوش آمدید. واکنش های درباره گزارش های شما در ژنو وجود داشت. مقام های کنونی افغانستان به گزارش شما واکنش نشان داده، آن را یک گزارش جامع ندانسته و همچنان به دور از حقیقت و تعبیض آمیز می دانند. پاسخ شما چیست؟ Thank you for that, and I had noticed that, and I would like to respond in a couple of different ways. First to say, بله، تشکر. من آن را دیدم و می‌خواهم به آن در چندین مورد پاسخ داشته باشم. نخست این که در بسیار موارد و در بسیاری از کشورها زمانی که گزارش‌های حقوق بشری تهیه می‌شوند، مقام‌ها آن را نپذیرفته و این غیر معمول نیست. آنها در واقع بسیار وقت چنین گزارش‌ها را نمی‌پذیرند. پاسخی که از سوی مقام‌های کنونی در افغانستان وجود داشت، در واقع از سوی بسیاری از حکومت‌ها صورت می‌گیرند، اما در نهایت مقام‌ها نیاز دارند تا از خود دفاع کنند. بنابراین من متعجب نیستم که آنان با آنچه که گفتم موافق نیستند. دوم، آنان درباره حقوق زنان و اقلیت‌ها ملاحظات داشتند. مطمئنم که این گزارش دقیق است و بر علاوه این من آن را از راه دور تهیه نکردم. به افغانستان سفر کرده و با مردم زیادی دیدار کردم و سپاسمند مقام‌های طالبان هستم که با من دیدار کرده‌اند و دسترسی سفر را برایم دادند و توانستم تا خود در این موارد تحقیق نموده با افغان‌ها دیدار داشته باشم و این گزارش انعکاس آن است. شما در آن گزارش متوجه می‌شوید که گفته‌های افغان‌هایی را که با من صحبت کردند را نقل قول کردم. علاوه بر این ما پیشنویس گزارش را با مقام‌های کنونی شریک ساختیم، کاری که همه گزارشگران می‌کنند. مقام‌های کنونی در آن زمان تبصره‌های نوشتاری داشتند و من برخی از آن تبصره‌ها را در گزارش جا دادم. در واقع دو پاسخ از سوی مقام‌های کنونی وجود دارد، یکی آن روز گذشته از سوی سخنگوی آنان و پاسخ دومی از سوی وزارت خارجه بود. میخواهم بگویم در حالی که من منتقد هستم، اما در واقع این غیر معمول نیست و بسیاری از مقام‌های سازمان ملل متحد نیز منتقد آنان خواهند بود. من به خاطر نگرانی‌های ملی و بین‌المللی درباره اوضاع حقوق بشری در افغانستان گماشته شدم. واضح میگویم که این گزارش کامل نبود. نگرانی‌های زیادی درباره حقوق بشری وجود دارند و در حالی که در 20 سال پیشرفت‌هایی صورت گرفت، اما کامل نبودند. اما یقیناً که در 13 ماه اخیر از این پیشرفت‌ها کاسته شده است. بنابراین این پاسخ من است و من همچنان مقام‌های کنونی را ستوده‌ام و این را نیز در گزارشم ذکر کردم. زمانی که از افغانستان دیدن نمودم، آنان نشان دادند که پیمان‌های سازمان ملل متحد که در مغایرت با شریعت اسلامی نباشد را به رسمیت می‌شناسد، که این خود عمل مثبت است. بسیاری از موارد گزارش من در برابر پسمنظر تعهدات جهانی که دولت افغانستان طی سالها به آن تعهد کرده است تحریر شده است. Declined in the last 12 or 13 months. This is my response, and I think that I was also
appreciated and acknowledged that the de facto authorities when I visited, and I also included in my report that they indicated that they recognize the UN human rights treaties to as provided they're not in conflict with Islamic Sharia, and that is a positive thing. And most of my report is written against the background of the international commitments that the state of Afghanistan has made over the years. And you just rightly, as you mentioned, that they had reacted. با گونه‌ای که شما گفتید، آنها نه تنها با گزارش شما بلکه با گزارش یونما نیز واکنش داشتند و میگویند که حقوق بشری در مطابقت با شریعت اسلامی حفظ و نسبت به هر زمان دیگر بهتر در امان بوده است. زمانی که حقوق بشر محفوظ باشد، پس چه نیاز به چنین گزارش‌ها و بازی‌های ملامت‌گونه میان دو طرف؟ Then why such reports and a blaming game, a kind of a thing, is going on between the two sides? Yeah, I mean, I don't think blaming game is quite the you know the way I would put it. I think there are different. من آن را به عنوان بازی ملامتگونه نمیپندارم و فکر میکنم که این تفاوت دیدگاه ها است. من به عنوان یک کارشناس و پژوهشگر مستقل از سوی شورای حقوق بشری گماشته شدم و استانداردهای حقوق بشری جهانی را در افغانستان اعمال میکنم. زمانی که با مقامهای کنونی دیدار داشتم، از آنان پرسیدم که چند معیار حقوق بین المللی در مغایرت با شریعت است. آنان گفتند که بسیاری از آن در مغایرت نیست و همچنان گفتند که بسیاری از آن معیارها سازگار است. فکر نمی کنم که ما بسیار از هم دور باشیم، اما برخی از مسائل هستند که بسیار حساسند و من این موضوعات حساس را بلند کردم و این را مسئولیت خود می دانم. من تنها کس نخواهم بود که این را بگویم. فاصله میان گفته های مقام های کنونی با آنچه انجام می دهند وجود دارد و نیاز داریم تا آن فاصله را از میان ببریم. من مشتاقم که از بهر از بین بردن این فاصله تعامل کنم، اما این باید از اعتراف مقام ها آغاز شود که نگرانی های وجود داشته و نقص حقوق بشری صورت می گیرند. پس از آن می توانیم که چگونه گفتگو داشته باشیم و چگونه آن را بهتر بسازیم. With the authorities acknowledging that there are concerns, there are human rights violations taking place, and then we can have a discussion about how to address them and how to improve them. And there are some other comments as well, Mr. Bennett, that تبصره‌های دیگری نیز وجود دارند که هیچ نهاد بین المللی حقوق بشر از نقض حقوق بشری که در زمان حضور 20 سال جامعه جهانی صورت گرفتند را تحقیق نکردند. دیدگاه ها بر این است که چرا تنها یک سال که طالبان حکومت می کنند مورد بررسی قرار می گیرد. There was human rights investigation and human rights monitoring throughout the 20 years. فکر می کنم این کاملا دقیق نیست. تحقیقات و نظارت از حقوق بشری در 20 سال گذشته وجود داشت که از سوی سازمان ملل متحد، یونما، کمیسیون عالی حقوق بشری و همچنان از سوی نهادهای غیر دولتی که شما از آن آگاهی دارید صورت گرفته است. آنها به همه طرفهای جنگ نگاهی داشتند و به گونه‌ای که شما می‌دانید، من در گذشته در یونما بودم و ما به گونه مداوم به تمام طرفهای درگیر نظارت داشتیم. ما نگرانی خیش را ابراز کردیم و نقصایی که از سوی امارت اسلامی و همچنان نیروهای جامعه جهانی صورت گرفته بودند را پیدا کردیم. در آن زمان جامعه جهانی به گونه مداوم بر احترام به حقوق بین المللی بشری و شمول رفتار در برابر طالبان تاکید می کردند. به گونه مثال زمانی که آنان بازداشت می شدند، این نهادهای حقوق بشری بودند که در آن زمان به خاطر حقوق آنان می ایستادند. When they were detained in prison, you'll see that it's the human rights organizations that stood up for their rights back then. آقای بنت، شما نمیپذیرید این که در دو دهه گذشته تحقیقات در مورد نقض حقوق بشری صورت نگرفته است. پس آیا فکر میکنید کدام شخص و کشور به خاطر نقض حقوق بشری مسئول پنداشته شد؟ We know, of course, that the International Criminal Court has begun or considering an investigation
ما می‌دانیم که دادگاه کیفری بین المللی در 2003 یعنی در زمانی که افغانستان قانون اساسی خود را تصویب کرد یک تحقیق را آغاز کرد و در نظر گرفت. بله، نهادهایی هستند که موارد آن زمان را دنبال می‌کنند و این نشان دهنده آن است که این تا هنوز پایان نیافته است. به گونه‌ای که شما می‌دانید عدالت بین المللی زمانگیر است و ای کاش این گونه نبود و زودتر تحقق می‌یافت. موافقم که تمام طرف‌های درگیر این موارد را تکرار کردند و من مسئولیت بررسی تمام موارد را که در گذشته رخ داده است و اکنون اتفاق می افتد را دارم. با گزارش شما برمیگردیم. اینکه برخی ها شما را متهم میکنند که شما به مناطق دوردست کشور همچون شمال که نقص های جدی حقوق بشری در آن صورت میگیرند سفر نکردید. پاسخ به آنان دارید؟ بله دارم. من برای ماموریت 11 روزه آمدم. افغانستان یک کشور بزرگی است و این بسیار آسان نیست که به آن سادگی از لحاظ لوجستیکی در آن سفر کرد. اما من تلاش خود را کردم. به بلخ و کندهار سفر کردم و یک مدت در کابل بودم. یقیناً که نمیتوانستم به همه جا سفر کنم و ماموریتم یک تحقیق عمیق نبود. همواره نگرانی خیش را درباره آنچه در سمت دیگر کشور رخ میدهد ابراز کردم. اما من به تازگی این ماموریت را آغاز کردم و تنها 5 ماه میشود در این ماموریت هستم. اگر ماموریت من در شورای حقوق بشری تجدید شود، پس از آن یک تحقیق یک ساله دیگر را انجام خواهم داد و منتظرم تا به خاطر گزارش دهی بی‌طرفانه به گونه‌ای که من این کار را میکنم درباره آن چه می‌بینم رخ می‌دهد به افغانستان بیایم. امیدوارم مقام‌ها از من میزبانی کنند تا بتوانم بر مسائل بیشتر نگاهی داشته باشیم. شما معلوماتتان را چگونه جمع‌آوری کردید؟ آیا منابع اینجا در افغانستان داشتید و همچنان در کل از چه روش استفاده کردید؟ نخستین آن بر اساس سفر 11 روزه، آن چه من متوجه شدم و آن چه به من گفته شده بود. قبلا گفتم که من به کجاها سفر کردم. من از زندانها، شفاخانه‌ها، مساجد و مکتب‌ها و همچنان دیدارهای با مردم به شمول مقام‌های کنونی و جامعه مدنی داشتم. از نهادهای سازمان ملل متحد و همچنان نهادهای غیر دولتی دیدن کرده و معلومات زیاد را کسب کردم. من پس منظری از افغانستان دارم و از صفر آغاز نکردم. من به ادامه جمع‌آوری معلومات ادامه می‌دهم و به گونه‌ای که با هم آنلاین صحبت می‌کنیم معلومات را مستقیم و همچنان با استفاده از منابع دیگر قابل اعتماد به خاطر گزارشم استفاده کردم. اطمینان این دقت را می‌دهم و خرسندم که درباره نگرانی‌ها رایزنی کنم. ممکن خلاهای وجود داشته باشند و عامل این خلاها محدودیت واژه‌ها بر نوشتن گزارش بود و اجازه داشتم تا چند صفحه مشخص را به شورای حقوق بشر بنویسم. حد اکثر آن را نوشتم و اجازه گزارش طولانی را نداشتم و کاش می‌توانستم گزارش طولانی تری تحریر می کردم. در آینده موضوعات دیگر را در گزارش دیگر پوشش خواهم داد. Write a certain number of words for the Human Rights Council. I wrote the maximum. I was not allowed to write a longer report than this. I wish I could write a longer report. And next time I will cover other issues in the next report. Other issues like what? یعنی کدام موضوعات دیگر؟ شما قبلا آن را پرسیدید. من به ساحات دیگر کشور نرفتم و امیدوارم چانس دیدن مناطق دیگر کشور از جمله شمال را داشته باشم. موضوعات دیگر نیز هستند که به خاطر عدم وسعت گزارش به آن کمتر پرداختم و فکر می کنم مهم است. شما دریافته باشید که درباره بیجا شدگان بسیار نپرداختم و این بیجا شدگان یک موضوع بسیار جدی در افغانستان است. این یکی از موضوعات دیگری است که بر آن خواهم پرداخت. شما در گزارشتان گفتید که افغانستان به سوی استبداد در حرکت است. می شود بگویید که منظورتان از استبداد در افغانستان چیست؟ بله،
منظور من از استبدادی شدن این است. نهادهای کنترل و تعادل که به یک حکومت مهمند، اگر ناپدید نشدند اما متاثر شدند. این گونه نهادهای کنترل و تعادل شامل پارلمان، رسانه‌های آزاد، سیستم قانونی قضایی که روشن و قابل دسترسی باشد، کمیسیون حقوق بشری که شکایت‌ها را دریافت کنند می‌شوند. فکر می‌کنم اوضاعی که مردم حق آزادی بیان را داشته و بتوانند دیدگاه‌های متفاوت را ارائه کنند، نه لزوماً یک دیده که تهدید باشد، اما بتوانند بپرسند و پرسش داشته باشند و جایی برای شکایت وجود داشته باشد که آن را جدی بگیرند. این نهادهای کنترل و تعادل قدرت کامل یک حکومت است. بسیار مهم است که این کار صورت گیرد تا فشارهای بر حکومت به میان نیایند. هرچه سرکوب‌ها بیشتر باشند، چانس این در آینده وجود دارد که به مشکلات زیاد امنیت، ثبات و صلح وجود داشته باشد. چیزی را که من در افغانستان دیدم این است که یک روند وجود دارد که دیدگاه‌هایی که با مقام‌های کنونی سازگاری نداشته باشد، امکان ندارد به مجازات و تهدید باقی بماند. Easy or not possible without penalty or threat to express a view that is different from that of the de facto authority. اگر شما درباره آزادی بیان صحبت می کنید، طالبان می گویند که آنان رسانه ها را اجازه دادند تا فعالیت کنند و مردم در آن شرکت کرده و نظرات خیش را شریک سازند. So that they can go and attend and publicly say anything they want. I agree that the media are able to operate to some degree. موافقم که تا حد رسانه‌ها قادر به فعالیت هستند و یک مثال آن گفتگو میان من و شما در تولو نیوز است که کار بسیار خوبی است، اما من شگفت زده‌ام که آیا شما می توانید به مناطق شمال مانند پنچیر، اندراب و مناطق دیگر رفته و آنچه رخ می‌دهد را تحقیق کنید؟ آیا شما خبرنگاری تحقیقی را می توانید انجام دهید؟ می‌خواهم همچنان بپرسم که آیا رسانه‌ها به گونه کامل بازند؟ یقیناً می‌دانم که برخی از آنها تصمیم گرفتند تا بیرون از کشور رفته و به گزارش‌دهی‌شان ادامه دهند. اگر آنان در افغانستان محفوظ می‌بودند، پس چرا این رسانه باید در بیرون از کشور موقعیت گرفته و درباره افغانستان گزارش‌دهی کنند؟ decide to relocate outside of the country and are still reporting on Afghanistan. اگر درباره نشست ژنو بپرسم که شما آن را چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا فکر می‌کنید صدای شما درباره مواردی که شریک ساختید شنیده شد؟ Well, I think it's very important that not only my report is included in the news in Afghanistan, but the این بسیار مهم است که نه تنها گزارش من، بلکه بیانیه کشورهای عضو نیز در خبرهای افغانستان وجود داشت. نزدیک به 60 کشور در نشست ژنو شورای حقوق بشری صحبت کردند. آنها همواره نگرانی‌هایشان را به ویژه درباره حقوق زنان و حقوق بشری ابراز کردند و گزارش ما را دریافتند و نه تنها گزارش من، بلکه این کشورها منابع خیش را نیز داشته و ارزیابی خیش را انجام می‌دهند. فکر می‌کنم این برای مردم مهم است تا بدانند که من بنت تک صدا نیستم. مطمئن باشید که صدا و پیام‌های مشابه دیگر نیز وجود دارند. حالا اینکه این نشست چه نتایجی خواهد داشت، یقیناً که قطعنامه در شورای بشری وجود خواهد داشت و برای فعلا نمیدانیم چه پیامی در آن خواهد بود، اما 2 یا 3 هفته را در بر خواهد گرفت و پس از آن پی خواهیم برد نتایج نشستی که صورت گرفت چه خواهد بود. Well, certainly there will be a resolution in the Human Rights Council, but we do not know yet what that will say. It will be 2 or 3 weeks more, and then we may know what the outcome of that discussion that took place the other day will be. آیا فکر میکنید که این قطعنامه اوضاع را که شما از آن در افغانستان نگرانی میکنید را تغییر خواهد داد؟ You know what the member states stressed was the importance of continuing to engage with Afghanistan.
یک عضو این شورا بر اهمیت تداوم تعامل با افغانستان، مقام‌های کنونی و همچنان با مردم این کشور پافشاری کرد. مسلماً که آنها می‌خواهند در تعامل بوده تا اوضاع حقوق بشری به شمول حقوق زنان بهبود یابد. نمی‌دانم که در قطعنامه چه خواهد بود، چون من آن را نمی‌نویسم. من از سوی اعضای کشورها گماشته شدم و قطعنامه از سوی آنها تحریر می‌شود. اما توقع دارم که آنها نگرانی‌هایشان را ابراز بر تعامل مداوم و مقام ها در افغانستان را نیز ترغیب کنند تا به نگرانی های آنان رسیدگی شده اوضاع را بهبود بخشند و مسئولیت هایشان را تحت پیمان های بین المللی حقوق بشری که دولت افغانستان آن را تصویب کرده است ادا کنند. Under the international human rights treaties that the state of Afghanistan has ratified. Do you think that this report? آیا فکر میکنید که این گزارش برای اعتبار افغانستان در جهان ضربه زده و بر روابط جامعه جهانی و امارات اسلامی تأثیر گذاشته است؟ Of the international community in the Islamic Emirate of Afghanistan. فکر نمی کنم کدام تأثیر داشته است. تنها یک گزارش وجود ندارد و گزارش های دیگر نیز هستند که به گزارش های دیگر اشاره می کنند. همچنان گزارش های مداوم وجود دارند. به گونه مثال در شورای امنیت و همچنان در شورای حقوق بشری فکر می کنم این همه تا حد معلومات فراهم کرده است و حدس نمی زنم که مسئله اعتبار در میان باشد. اعضای کشورهای سازمان ملل متحد معلومات دوامدار را درباره افغانستان به دست می آورند. یک صدا منم و صداهای دیگر نیز وجود دارند. آیا شما پیشنهادات برای جامعه جهانی و همچنان به امارات اسلامی افغانستان دارید؟ Well, I've made a series of recommendations in the report. There's quite a lot, so I don't really have one, but I would maybe have two points I'd like to make. من پیشنهادات جدی در گزارش خود دارم. نه تنها یک بلکه زیاد هستند. می خواهم دو نکته را عرض کنم. یکی آن ادامه تعامل بوده و تکرار می کنم که نیاز بر توسعه همه بخش های حقوق بشری و ویژه حقوق زنان است. باید بگویم که پشتیبانی بزرگ جهانی از زنان افغان و بازگشایی مکتب ها وجود دارد. این تنها کار نیست که آن را انجام می دهیم، اما بخش مهمی است. شما از من درباره گزارش های اخیر از نقص حقوق و قوانین بین المللی بشری که در پنچیر صورت گرفته اند نپرسیدید. می خواهم آن را در اینجا مطرح کنم. بیانیه های نگران کننده یونما را طی توییت در این باره دیدم و من نیز توییت کردم. باور دارم که این نیاز به تحقیق دارد. گزارش های کشتارهای فراقانونی و ناپدید شدن های اجباری بسیار جدی هستند. من آن تصاویر را دیدم و مقام های کنونی نیاز دارند به آن رسیدگی کنند و من پیشاپیش این را به آنان گفتم. اگر جنگجویان بازداشت می شوند و زمانی که خلصلا شدند، بر بنیاد حقوق بشر بین المللی حق محافظت دارند و به هیچ صورت نباید به گونه‌ای که گزارش شده است مجازات شوند. هیچ عذر داشته نمی شود و کسانی که آن را انجام دادند باید مورد تحقیق قرار گرفته و مسئول پنداشته شوند. If once they're disarmed, they have the protection of international human rights law and humanitarian law, and in no way should they be punished in the way that is being reported. The people who did this need to be investigated and held to account. But the government here always. اما در اینجا حکومت همواره بر تعهداتشان در برابر حفظ حقوق بشری تاکید کرده و همواره ادعاهایی که صورت میگیرند را رد میکنند. I think is regrettable and short-sighted. I'm continuing to engage. این تأسف بار است و باید گفته شود، اما من به تعامل ادامه می دهم و مطمئن هستم که نهادهای دیگر حقوق بشری نیز به تعامل ادامه خواهند داد، چون ما می خواهیم حقایق را بدانیم و افغانستان پیمانهای بشر دوستانه و پیمان قوانین بین المللی حقوق بشری را تصویب کرده است. آنان مسئولیت دارند تا به این مسائل بپردازند و مرتکبان را مسئول بپندارند. To hold those responsible to account.
آقای ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، بسیار زیاد تشکر از وقت و حضورتان. My pleasure, Mr. Hamid Baran. خوشم بهرام با شما صحبت کردم. Thank you, sir.